روز شنبه اول شهریور کنفرانس اینترنتی با عنوان اعدام راه بقای ملایان فراخوان به سازمان ملل برای حسابرسی قتل عام 67 برگزار شد. حسین شیر محمدی خودش مهندس معماری بود، بعد یک دختر خیلی شیرین زبونی داشت، همیشه میمد ملاقاتش، بهش میگفت مادر کی میای؟ اون گفتش که وقتی که بهار بشه گلا روید من میام. به مادر شهیدی به جای فرزندش تنابی در ساک تحویل دادند. سه روز بعد به خونمون تلفن کردن که بیاین ساکشو بگیریم و یه تیک تناب پلاستیکی تقریبا 60 سانت. نمیدونم، من اصلا سر در نیاوردم که این تناب پلاستیکی معنیش چی بود. شاید همین الان هم که وقتی ازش صحبت میکنیم یه چیز غیر قابل تصور باشه. همه این بچه ها حکم ابلاغ شده داشتن. فرح رو همراه با 4 زن دیگر، حکیمه ریزبندی، نسرین رجبی، جسومه حیدری و مرضیه رحمتی به علاوه 2 مرد به تپه های اطراف صالح‌آباد بردند. بعد از تعرض به اونها اعدامشون کردند. بعدش اونها رو توی یک گودال کردن، روی هم ریختن و دفن کردند. در این کنفرانس موضوع نسل‌کشی و ضرورت محاکمه جنایتکاران مورد تاکید قرار گرفت. این رو یک نسل‌کشی هم میشه تعریف کرد، چرا که این افراد در نهایت به اتهام یک ارتداد گفته شده قتل عام شدن، یعنی به دلیل مذهبی. پدرم باورش نمیشد، گفت پسرم رو کشتید. بعد از پایان دوران محکومیتش این داستان زندگی منه. به جز بهروز، رژیم هرگز اسامی رضا و بهمن رو اعلام نکرد. بله، قتل عام شدگان وجدان شورشی و شورشگر تاریخ ایرانند، خونی که تا محاکمه و مجازات قاتلان همچنان در رگ میهن میجوشد.